دوستان این ویدیو رو لطفاً دست به دست بچرخونید تا برسه به مزدور کثیف جمهوری اسلامی علی اصغر رمضان‌پور، مدیر گماشته شده بر شعبه سوم صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی در لندن تحت اسم ایران اینترنشنال یا همون اینتر آشغال خودمون، که به بهانه سالگرد آبان ماه هر روز یک انگل یک آشغالی رو میارن توی تلویزیونشون و یه روز قیام آبان ماه رو منتسب میکنن به مسیح علی نژاد، یه روز منتسب میکنن به سپیده قلیان، یه روز منتسب میکنن به نسرین ستوده. علی اصغر رمضان‌پور و دیگر اراذل اوباش استخدام شده در فاحشه خانه اینتر آشغال، اینو یادتون باشه، قیام آبان ماه نه مدارا طلبانه بود، نه یواشکی بود، نه کمونیست بود. قیام آبان ماه قیامی بود که 7000 کشته داد برای یک چیز: بازگشت به هویت ملی ایرانی، بازگشت به هویت ایرانی. تمام اون شعارهایی که فریاد زده شد، رضا شاه روحت شاد، جاوید شاه، بگو برگرد شاه، شاهزاده کجایی به داد ما بیایی و امثال اینها رو شما کر بودید، کور بودید، نشنیدید. کدام یکی از این اراذل اوباشی که شما به عنوان رهبر قیام آبان ما دارید معرفی میکنید به پرچم شیر خورشید معتقدن؟ کدومشون به بازگشت به هویت ملی ایران معتقدن؟ خانم نسرین ستوده، خانم مسیح علی نژاد یا سپیده قلیان؟ کدوم اینها؟ چرا سعی میکنید قیام ملت ایران رو مصادره کنید؟ چرا نون کثیفتون رو تو خون بچه های مردم ایران میزنید و سعی میکنید کمک کنید به اصلاح طلبان در جمهوری انگل نشان آخوندی؟ پویا بختیاری و پویا بختیاری ها نه یواشکی کار کردن، نه مدارا طلب بودن و نه کمونیست. همه بچه ها اومدن فریاد زدن مرگ بر تمامیت جمهوری اسلامی، که شما انگل های ایرانی تر آشغال هم بخشی از این مزدورای جمهوری اسلامی هستید. عزیزان در فضای مجازی این ویدیو رو تا میتونید پخش کنید تا تو دهن این انگلا بخوره و یاد بگیرن که راهی که سلفشون بی بی سی رفت دیگه مردم ایران اجازه نمیدن این اتفاق بیفته. همه ما مردم ایران، همه ما مردم ایران به تک تک اون کسانی که در آبان ماه و دی ماه 96 کشته شدن مدیونیم. یادمون باشه باید مقابل این انگل ها بایستید یک بار برای همیشه. آقای علیرضا رمضان‌پور، اگر شرف داری که نداری، اگر وجود داری که نداری، یک پادشاهی ها رو دعوت کن در مورد قیام آبان ماه صحبت کن، نه حشمت الله تبرزدی و مسیح علی نژاد و این اراذل اوباش مثل شوهر نسرین ستوده رو.